مادر باردار در زمان حمل چه حرکات ورزشی و نرمشی را باید انجام دهد؟ خانم حامله اول از شیشتن شروع میکنیم. زمانی که میشینه باید بسیار راحت و مستری باشه. همیشه یک پشتی یا بالشت استفاده کنه که در پشت کمرش باشه و پایای اینا بسیار راحت باشه. اگه سرچوکی بشینن خوبتر است و در زمان از این که سرچوکی میشینن پایای خدا باید حرکت بتن بر از این که امی برگشت وریدی که از طرف پایا به طرف قلب میباشه این خوب فعالیت بکنه و گردنشان و کمرشان باید بسیار استوار باشه. امی لاردوز یا پیش برامدگی قطنی یا گردن که موجود است این زمان حمل از سبب استفاده مبالغوی عضلات گردن و کمر زیاد میشه و خانم های حامله یک احساس مرمرک یا مثل از این که مرچه در دست پای از این را بره اون رقم یک احساس میداشته باشن که این بیخی نارمل است. این از خاطر امی پیش برامدگی زیاد فقرات گردن و کمر میباشن که یام تا 40 روز بعد از ولادت موجود میباشد. تا او وقت هم قابل تشویش نیست، برطرف میشه. میتونن که از یکان سپورتای بسیار خفیف در زمان حمل و بعد از حاملگی البته به مشوره دکتر خود استفاده بکنن. خانم حامله چه قسم بخوابه؟ خانم حامله میتونه که به پالوی چپ خدا عادت بده که بخوابه، به خاطر که زمانی که به پالوی چپ میخوابه امی فشار رحم محمول، پلاسنتا، مایه امنیتیک یا امی مایه که طفلک دهش شناور میباشه. اگر راسته بخوابه این بالای اوی کبیره فشار وارد میکنه و برگشت خونه به طرف قلب کم میسازه. اگر راسته بخوابه یک تکلیف از به نام سوپاین هایپوتنشن سندروم بر خانم ها به وجود میه که ساده تر بگویم پیش خانم یک حس گنگسیت، دلبدی، تکان قلب و اینا پیش پیدا میشه. بر جلوگیری از این کار باید فورا خانم حامله به پلوی چپ خدا دار بده و بعض وقت هم میتونه که به پلوی راست هم بخوابه. اما خانم حامله بعد از هفته 20 و اضافه تر از او اجازه نداره که تخت و پشت یا به حالت سوپاین بخوابه. دیگه کالا پوشیدنش چه قسم باشه؟ اینا تا حد امکان کوشش بکنن که لباس های کلان و راحت استفاده بکنن. برازی که باید رحمه که کلان میشه، بطنه که کلان میشه، باید اونمه قدر گنجایش لباس کلان داشته باشه. در صورت که خانم ها از لباس های چسب و تنگ استفاده میکنه خودشان هم ناراحت میباشه و سبب فشار بالای طفلشان هم کم و بیش وارد میشه. دیگر تا حد امکان کوشش کنن که از بوتهای بلند استفاده نکنن. بوتهایی را که استفاده میکنن برازی که خودشان هم راحت باشه، خدا نخواسته از افتادن از اینا جلوگیری کنن، از ضربات و عواقب ناگوار جلوگیری شه، کوشش کنن از بوتهای پخش استفاده بکنن. در قسمت سفرها باید بگویم که خانم حامله سفر بکنه یا نکنه. در صورتی که خانم حامله حملایش نرمال است، هیچ کدام پرابلم تیر نکده، کدام سقط یا نقصان تیر نکده، اونا میتونن که سفرهای موتر داشته باشن، سفرهای تیاره داشته باشن، هیچ کدام مشکل بر از اینا نیست. اما در صورتی که اینا یک سقط داشته باشن یا کدام پرابلم در حمله قبلی خود داشته باشن، کوشش کنن تا حد امکان سفر نکنن و اگر میکنن هم سفرهای کوتاه داشته باشن و در سیت موتر یا سیت تیاره بسیار جای از اینا راحت باشن. سفرهای هوایی بعد از هفته 28 اصلا اجازه نیست، برای از اینکه فشار اتمسفر فشار اکسیژن در ارتفاعات بلند کم میشه و خانم حامله یک حس هایپوکسیا یا کمی اکسیژن، احساس گنگسیت و فشار پایان میکنه. اما بازم اگر مجبوریت داره میتونه که پای خود بلند قرار بده، از یگان نمکیات و این چیزا استفاده کنه که جلوگیری از فشار پایانش بکنه. دیگه ای که خانم های حامله کوشش بکنن که در زمان حمل قسمت های بطن خود، سیدیه های خود،
بازوها و رانهای خود از ماه چهارم باید چرب بکنن. برای اینکه اینمی کفیدگی ها یا شق شدگی ها در قسمت بطن، سیدیه ها، بازوها و رانها که به وجود میاد که این دیگر ناپدید نمیشه، اما کوشش شوه که این به وجود نبیه. کوشش کنن که از یک روغن طبیعی، مثلا روغن زیتون، هر شب استفاده کرده چرب کنن تا از امی شق شدگی ها جلوگیری شوه. با وجودی که این کفیدگی ها یا شق شدگی ها پیش هر خانم به وجود نمیه، اما پیش کسایی که به وجود هم میایه باید جلوگیری شوه، برازی که یک نکته نگران کننده بر خانم ها میباشه. که خانم های حامله در زمان آخر حمل خود مخصوصا بعضی از شکایات را که پیدا میکنن که قابل تشویش است، در این مورد باید بگویم که اگر خانم حامله بعد از هفته بیستم یک سردردی پیدا میکنه یا پندیدگی پیدا میکنه در قسمت پایه خود و مخصوصا در روی و دستایش بسیار مهم است، یا ای که درد ناحیه شرصوفیه یا میده به صورت شدید پیدا میکنه، حتما باید فورا پیش دکتر خود مراجعه کنه. یا ای که تشوش رویت پیش ازی پیدا میشه، میگه که چشمایم جلجل میکنه یا خیرگی میکنه، حتما باید عاجل پیش دکتر مراجعه کنه که این دلالت به فشار بلند میکنه و فشار بلند یک خطر بسیار عمده پیش مادر و جنین میباشه. و خانم حامله باید ماهی یک دفعه حتما معاینه ادرار خود بکنه، برای اینکه میکروب هایی که در زمان حاملگی خانم حامله را مورد حمله قرار میده اینا مخفی میباشه، هیچ کدام اعراض کدام تکلیف بر مادر تولید نمیکنه، مگر میکروب کار خود میکنه. که برای این کار اگر دکترشان ماهی یک دفعه برشان معاینه ادرار توصیه میکنه، از طرف اکثریت خانم‌ها رد میشه، میگه که ما هیچ تکلیف نداریم از ناحیه سوزش ادرار یا درد گرده و غیره، در حالی که دکتر بر خود تشخیص میکنه، خود مطمئن میسازه که میکروب نیست در مثانه‌اش، در گردش و یا کدام تکلیف دیگه پروتئین نداشته باشه در ادرار خود. از این خاطر باید که خانمای محترم این گپ را حتما رعایت کنند.